با درود و وقت بخیر به سرویس خبری ساعت 6 از هزاره ورلد با من ریحان عرابی و همکارم لاله رحمانی خوش آمدید. در نخست سرخط خبرها: شماری از افغانها در آمریکا خواهان به رسمیت شناسی نسل کشی هزاره‌ها در افغانستان شدند. انتقال رهبری داعش به پاکستان به نقل از طالبان. گوردون براون: سازمان ملل می‌خواهد آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسد. به آتش کشیده شدن یک مکتب دخترانه در پنجشیر. دادگاه نظامی استخبارات طالبان یک خبرنگار را به 10 سال زندان محکوم کرد. و انتخاب شدن هاشم صفی‌الدین به عنوان رهبر جدید حزب الله لبنان به نقل از العربیه. مشروح اخبار: شماری از افغان‌های مقیم ایالات ماساچوست آمریکا در یک گردهمایی اعتراضی خواهان توقف نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان شدند. معترضان از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواستند که گام‌های فوری برای محافظت از هزاره‌ها در افغانستان بردارند. این معترضان روز یکشنبه 8 میزان با برگزاری یک گردهمایی اعتراضی در شهر بوستون آمریکا از دادگاه بین المللی کیفری خواستند که در مورد نسل‌کشی هزاره‌ها تحقیق کند. آنها از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواستند که نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان را به رسمیت بشناسند. معترضان گفتند که حکومت‌های حاکم در افغانستان به شمول طالبان همواره از امنیت سرتاسری در افغانستان حرف می‌زنند، اما هزاره‌ها هیچگاهی در افغانستان امنیت نداشتند. به گفته آنها هزاره‌ها همواره به بهانه‌های مختلف مورد هدف حملات تروریستی قرار گرفتند تا نابود شوند. سخنگوی طالبان اعلام کرد که رهبران و اعضای شاخه خراسان داعش با کمک سازمان‌های استخباراتی از افغانستان به خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان منتقل شدند. ذبیح‌الله مجاهد گفته است که شاخه خراسان داعش در این ایالت‌های پاکستان مراکز آموزشی دارند. سخنگوی طالبان روز دوشنبه 9 میزان در اعلامیه گفته است که قطعه خاص این گروه عاملان حمله 12 سنبله بر کارمندان ریاست عمومی تعقیب و نظارت بر فرامین و احکام یعنی دادستانی سابق را با راهاندازی عملیات در کابل و ننگرهار بازداشت کردند. ذبیح‌الله مجاهد میگوید پس از بین رفتن داعش توسط قطعات خاص، این گروه رهبران و اعضای باقی مانده شاخه خراسان داعش با کمک بعضی سازمان‌های استخباراتی به بلوچستان و خیبر پختونخوا منتقل شدند و در این ایالت‌ها مراکز آموزشی دارند. فرستاده ویژه ملل متحد برای آموزش جهانی اعلام کرد که سازمان ملل در نظر دارد تا آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسد. گوردون براون محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران را شدیدترین نقض حقوق دختران در جهان دانست. او در یک نشست خبری گفت دختران نوجوان از تحصیل و آزادی‌های اساسی زندگی محرومند و سازمان ملل در نظر دارد آن را به عنوان آپارتاید جنسیتی بشناسد. نخست وزیر سابق بریتانیا و فرستاده ویژه ملل متحد برای آموزش جهانی ادامه داد که در حال حاضر بسیاری از سازمان‌ها با ارائه آموزش آنلاین و بورسیه‌های تحصیلی از دختران افغان حمایت می‌کنند. این مقام سازمان ملل از همه کشورها به ویژه کشورهای مسلمان هم خواست متحد شوند و خواستار پایان دادن به این سرکوب دختران در افغانستان شوند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اسد سال 1400 آموزش و تحصیل دختران در مکاتب و دانشگاه‌ها را ممنوع اعلان کرد. منابع در ولایت پنجشیر میگویند که ساختمان مکتب دخترانه بیبی آمنه در منطقه پارنده مرکز این ولایت شب گذشته یکشنبه 8 میزان به آتش کشیده شده است. فرمانده امنیه طالبان در پنجشیر با تایید این خبر میگوید که آتش سوزی ساعت 9:30 شب رخ داده و توسط اطفایه مهار شده است. عابدالله عقاب فاروقی سخنگوی این فرماندهی درباره میزان خسارات و دلیل وقوع آتش سوزی چیزی نگفته است و افزوده است که در پیوند به این آتش سوزی 3 نفر بازداشت شدند و آنان به جرمشان اعتراف کردند. این مقام طالبان درباره هویت افراد بازداشت شده و اینکه با چه انگیزه مکتب را به آتش کشیده اشاره نکرده است، اما منابع مردمی میگویند که 2 عضو بومی طالبان در پیوند به آتش سوزی در مکتب بازداشت شده و آنان در اظهاراتشان گفتند قصد آتش زدن لانه زنبور را داشتند، اما ساختمان مکتب آتش گرفته است. طی 2 سال اخیر این 3مین مکتب است که در ولایت پنجشیر با آتش کشیده می شود. دادگاه نظامی استخبارات طالبان عارف هجران، عکاس و خبرنگار وبسایت پیام را به اتهام عکاسی از ایستهای بازرسی و جنگجویان این گروه به 10 سال زندان محکوم کرده است. نسخه از حکم دادگاه نظامی طالبان که روز یکشنبه 8 میزان به هزاره ورلد رسیده نشان می دهد که عارف هجران متهم به ارسال عکس‌ها و اطلاعات مربوط به طالبان با وبسایت پیام در استرالیا شده است. طالبان این خبرنگار را در 16 سرطان از منطقه خیرخانه کابل بازداشت و در 27 سنبله او را به 10 سال زندان محکوم کردند. عارف هجران باشنده اصلی ولسوالی رخه ولایت پنجشیر است. همچنان دادگاه نظامی طالبان خبرنگاری دیگری به نام احمد کامران را نیز به 10 سال حبس محکوم کرده است. طالبان تاکنون به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکردند. و خبر اخیر این که وبسایت خبری العربیه به نقل از منابع خود گزارش داده که شورای رهبری حزب الله لبنان هاشم صفی الدین را به عنوان رهبر جدید این گروه تعیین کرده است. این رسانه نگاشته که صفی الدین روز یکشنبه 29 سپتامبر به این سمت گماشته شده است. گفتنی است که این انتصاب پس از کشته شدن حسن نصرالله رهبر پیشین حزب الله در پی حمله 3 روز پیش ارتش اسرائیل بر منطقه جنوبی شهر بیروت پایتخت لبنان صورت گرفته است. مقام‌های حزب الله تاکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند. ممنون از همراهیتان. تا بعد، خدا نگهدار.